جلسه پنجم، مبحث عقل و عشق، زمان 41 دقیقه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. آدم اگر یک عاشقی رو جایی ببینه خوشش میاد، داره پدیده لطیفی رو ملاحظه میکنه، ولی اگر یه عاقلی رو یک جا ببینه و عقلی رو یک جا تجلی یافته ببینه، یه جورایی غیر از این که خوشش میاد، تواضع و فروتنی هم درش پدید میاد. یادمون باشه از حرفهای گذشته یه جملهش رو تکرار بکنم و بعد بحث رو ادامه بدم که به خلاصه حرفهای شب قبل هم شبهای قبل نمیرسیم. گفتم که ما گاهی رندی میکنیم، به شهدای دفاع مقدس میگیم به به چقدر شهدا عاشق بودن، به به این شهدا عاشق خدا بودن، عاشق اهل بیت بودن، به به تعریف هم داریم میکنیم، راست هم میگیم، عاشق هم بودن، ولی نمیگیم عاقل بودن. چرا؟ چون اگر بگیم عاشق بودن، بچه‌مون از ما بپرسه که خب بابا تو عاشق نبودی؟ میگی نه، ما عاشق نبودیم. عاشقا مقامشون عالیست، ولی اگر ما بگیم شهدا، رزمندا که رفتن جنگ، عاقل بودن، بچه‌مون از ما میپرسه بابا تو عقل نداشتی؟ شهید نشدی؟ لذا ترجیح میدیم بگیم اونها عاشق بودن، نگیم عاقل بودن. گاهی اینجوریه ها. من در بهانه این کلامی که طراحی کردم میخوام بحث عقل و عشقی که از شبهای قبل مطرح کردیم و عقل و عشقی که تو کربلا بحث کردیم رو ادامه بدم. یادمون باشه شهدای کربلا فوق‌العاده عاقل بودن، فوق‌العاده. میترسم ما اگر فقط بگیم عاشق بودن با شهدای کربلا آدم نشیم، فقط باهاشون صفا کنیم. اگه بگیم شهدای کربلا عاشق بودن، فقط باشون صفا میکنیم، حال میکنیم باشون. اما اگه بگیم شهدای کربلا عاشق که بودن، هیچ، عاقل هم بودن، سر عاقل بودن شهدای کربلا اگر بحث بکنیم، خیلی تأثیر گذارتره در صفای باطن ما. نمیدونم، شاید باید از عقل شهدای کربلا هم در اشعارمون یه چیزایی بیاد، کما اینکه فقط ما از مظلومیت زینب حرف نمیزنیم، از اقتدار و شکوه و عزتش هم سخن میگیم، کیفم میکنیم. در کربلا عاطفه عشق در اوج جاری بود، ولی شما تا حالا از خودتون پرسیدید که چرا بعضی ها خیلی عاشق میشن؟ میدونید تا آدم از مدیریت عقل برای عشق استفاده نکنه، عشقش زیاد رشد نخواهد کرد؟ اگه دیدی کسی معشوق به جای انتخاب کرد و به او بسیار عشق ورزید، بدون آدم عاقلیه، از عقلش نهایت استفاده رو برای پمپاژ عشقش استفاده کرده. این نکات رو جلسات قبل گفتیم،
رابطه عقل و عشق رو هم ان شاء الله اگر عمریمون شبهای بعد عرض خواهم کرد که عقل چجوری آدمو عاشق میکنه. این عقلی که میگه عاشق شو ورنه روزی کار جهان سرآید، ناخوانده نقش مقصود در کارگاه هستی. این عقلی که میگه عاشق شو و الا ضرر میکنی. چرا ما عقل و کنار عشق حالشو میگیریم میذاریمش کنار؟ عقل مدیریت میکنه دل انسانو، و کسی اگر اهل عاطفه است با عقلش باید عاطفه‌شو زیاد کنه. من اگر این حرفا رو خیلی بزنم میدونید چه اتفاقی میفته؟ پس فردا آقا پسر شما یا شما آقا پسرا، آقا پسرم زیادتر از خود شما، بیشتر آقا پسرا این حرفا رو دارن الان گوش میدن، آقا پسرا برن خواستگاری، یکم ممکنه مشکل پیدا کنن، چون خانم دخترایی که دارن گوش میدن پس فردا دیگه میپرسن این جوان چقدر عاقله. بابا دختر پسرای این لنگ دنیا اون لنگ دنیا دنبال طرف عاشق پیشه میگردن برای ازدواج. میگه اتفاقا منم دنبال همین میگردم، منتها من که میدونم رئیس عشق عقله. اگه عاقل نباشه یکی از اتفاقاتی که میفته عشق رو با هوس اشتباه میگیره. اگه عاقل نباشه بلد نیست عشقش رو به همسرش رشد بده، همسرش از تازگی که بیفته ازش تنفر پیدا میکنه. اگر عاقل نباشه عشقش رو نمیتونه ادامه بده. اگر عاقل نباشه جلوگیری نمیکنه از دلش که به یکی دیگه هم عاشق نشه. تو عقلشو بیار، خانومه میگه وا، تو عقلشو بیار، پسرت عاقل باشه، من عشقشو خودم درست میکنم. در کنار عشق، به خاطر عشق باید به عقل احترام فوق العاده ویژه‌ای گذاشت. رئیس، حتی رئیس عشق. روایات و نکاتش رو شبهای قبل عرض کردیم. بحثمون رسید به اینجا که این عقل نازنین لطیف که ما همچین زیاد باش حال نمی کنیم وقتی کلمش رو بر زبان جاری می کنیم، این عقل نازنین لطیف، نازک نارنجی که حرفش رو گوش نکنه قهر می کنه میره دیگه بر نمی گرده، این عقلی که باید منتش رو بکشی تا باید حرف بزنه فضولی تو کارت نمی کنه، ساکت باشی اونم ساکته، این عقلی که مخلصانه نصیحت میکنه، باید ازش هرچی بیشتر از عقلت سوال کنی بیشتر عقلت رشد میکنه، ناز داره والله، چی کارش کنم؟ میگه من تحویل نگرفتی کار نمیکنم، اون دفعه حرفم گوش نکردی دیگه چی بهت نمیگم. این عقلی که چراغیست در وسط قلب و مدیریت میکنه کل احساسات دل رو، این عقلو چرا ما باش بعضی وقتا بدیم؟ نه حاج آقا بد نیستیم، همچی باش حال نمی کنیم. خب همین یعنی بد دیگه، تو فقط کافیه با عقلت صفا نکنی قهر میکنه میره دیگه. اینو که نباید من 600 بار بگی که عرض کردم قبلا. این عقل چرا پیش ما گاهی از اوقات قشنگ نیست؟ یه ویژگی هایی داره، رکو بیرو دروایسی، به قول اصطلاح قشنگ خودمون راست حسینیش، ما میخوایم خیلی صداقت داشته باشیم یه اسم خوشگل امام حسین کنارش اضافه میدیم، میگیم راست حسینیش بگو. راست حسینیش ما با عقل مشکل پیدا میکنیم به خاطر چند دلیله. یه دلیلشو دیروز عرض کردم، دو تا دلیلشو دیروز عرض کردم. یه دلیلش چی بود؟ اینکه عقل تعجب نمیکنه. خیلی ها تفریحشون با تعجب کردنهای سطحیه، وقت فکر میکنن عقل خشکه. مثلا پیش عقل گربه برقصونی ذوق نمیکنه، میگه حالا که چی مثلا چیکار کنم، برای هر لطیفه ای نمیخنده. یه لطیفه ای باشه توش تمسخر باشه به همجور یه نگاهی میکنه،
با نگاهش بهت میگه عقلا، میگه بی ادب، یعنی که چی حالا این گفتی؟ لطیفه حکمت آمیز باشه، یه لبخند نمکی میزنه. آقا ما میخوایم قاه قاه بزنیم، قاه قاه یه چیزای دیگه بزن، درست باشه، به جا باشه. بعضیا تفریحشون از سر تعجبه، تعجب از سر حماقت. امیرالمومنین فرمود عاقل تعجب نمیکنه. لذا عاقل خشک به نظر میرسه، به نظر میرسه تریش رو یه جایی دیگه داره. عاقل عقلم خشک به نظر میرسه. این یه دلیلش، دیگه شرح دوباره که ندیم. دومین جایی که ما با عقل مشکل پیدا میکنیم اونجاییست که عقل هر چی میخوای فکر آینده تو رو هم میکنه. عشق میخوای میگه خب این چیزی بود که دیشب قشنگ توضیحش ندادیم، امشب هم نمیخوام قشنگ توضیحش بدم، میخوام چیزهای ویژگی‌های دیگه عقلم بهش برسیم، داره ده همون تموم میشه. میگه عاشق میخوای بشی، خب نو میخوای عشقت شکست بخوره بعد تبدیل به تنفر بشه، یا عشقت دوام داشته باشه؟ میگه عشقم دوام داشته باشه. میگه خب پس اینو انتخاب نکن. این کفر آدمو در میاره. هوس میگه هرچه پیش آمد خوش آمد و دم رو غنیمت به شمار. عشق میگه نه، کم بخور همیشه. بخشید، عقل میگه کم بخور همیشه بخور. آ گناه، گناه کرده؟ میگه من میخوام تو همیشه لذت ببری، تو همیشه عاشق پیشه باشی، تو هرچی میخوای به عقلت بگو. میگه این راهشه برای اینکه همیشه اینو داشته باشی، بیشتر اینو داشته باشی. نگاه به آینده میکنه، چون نگاه به آینده میکنه خیلی از عقل بدشون میاد. ولمون کن تو رو خدا، داره سال دیگر رو میبینه. شما حالا از عقل خوشتون میاد یا نه؟ عقل میدونید که دشمن جهل، دشمن عشق نیست. ادبیات عرفانی استعاراتش موجب نشه قاطی بکنید تو زندگی واقعیت. خرد را الوداعی گو، اینجا جای عشق، خرد بره کنار. اونجایی که گفته میشه تو ادبیات عرفانی ما که عقلو برو کنار، عقلو بزن کنار، عقل چیه؟ اینجا جای عشق، عقل ساکته. میدونی کدوم عقلو میگه؟ عقلی که نوک دماغ آدمو فقط میبینه، نه آینده بسیار دور رو. اون که مثلا شعر درست میکنه میگه که ابوالفضل عقلش بهش میگفت آب نخور، عشقش بهش میگفت آب، ببخشید، عقلش میگفت آب بخور تشنته، عشق عباس میگفت آب نخور حسین تشنه است. این میدونیم منظورش کدوم عقل داره میزنه تو سرش؟ اون عقلی که منفعت دو دقیقه بعدو میبینه. اصلا این عقل نیست عزیز من، این اینه بیعقلیه. ولی هر جا دیدی علیه عقل در مقام تقدیر از عاشقی کسی حرف زد، منظورش عقل دمپایی نگره. دمپایی؟ نه، دم پایی نگر، دم پاشو میبینه، همون دمپایی نگر، یعنی عقلی که در سطح دمپاییه. هر جا عشق علیه عقله، عقل دمپایی. این عقل فامیلش چیه؟ چی؟ دمپایی. آدم میپوشه میره دستشویی. هر جا تو ادبیات عرفانی گفته عقل رو بزن کنار، اینجا جای عشقه، محاسبه رو بزن کنار. از بس اون شاعرا، اون عرفا نگاه کردن تو با عقلت داری دم پا تو فقط محاسبه میکنی، میگه بابا عقل رو بزن کنار. یعنی ببین، یعنی خودمونی داریم صحبت میکنیم دیگه، ما بچه محلیم، بالاخره راحت باید باشیم با هم دیگه، بیرو در عربستی هم باید صحبت کنیم. اون دیده که تو که عقل نداری تو رو بخواد با عقل ببره بهش، میگه بابا بیا لاقل با عشق رو بهشت. اون منظورش اینه. بعد نه تو رو نه جناب عالی، که اگه عاشق نبودی، عاقل نبودی، الان اینجا نبودی. جناب عالی خاک قدمات توتیای چشم منه. ما خودمونی با هم صحبت میکنیم، میدونی که من نوکر شما، من توسل پیدا میکنم، میام تو نفس شما تنفس میکنم. من از اون آدمایی هم نیستم که بگم
گریه کن آیا ابا عبدالله الحسین، برید معرفت پیدا بکنید. توی دانشگاهی بودم بهشون میگفتم، همین امشب پرسیدم گفتم که اول گریه برای امام حسین یا اول معرفت، شما چی جواب میدید؟ شما من دانشگاه پرسیدم، یه گپی زدیم اونجا، شما من بگید اول معرفت به امام حسین یا اول سوختن برای امام حسین؟ مثل دانشگاهی ها دارید جواب غلط میدین. اول معرفت، اول سوختن. چرا؟ سوختن اول باید داشته باشید. استدلال علمی و عقلیشو نگاه کن. آقا شما میخوای بفهمی ظلم بده باید بری درس بخونی، یا همینجوری یه آدم سالمی باشی فطرتت بهت میگه ظلم بده؟ بگو، فطرتت بهت میگه ظلم بده. پس من اول یه روزه میخونم ببینم فطرتت سالمه برای حسین گریه کنی. گریه که کردی میفهمم سالمی، بعد بریم کلاس، بعد بریم معرفت. خیلی ساده. یک غلطهای مشهوری وجود داره، دقت کنیم. لذا من کسی که برای امام حسین گریه میکنه رو دارای معرفت فطری میدونم. بی معرفت نداریم. بله به گریه کنای امام حسین برو بگو آی گریه کنای امام حسین، که با معرفت فطری خودت داری برای حسین میسوزی و علامت آدم بودنته، عالم بشی دیگه خون گریه میکنی برای حسین. تحویلت هم میگیرن. لذا بنده طلبه سخنرانی نمی کنم که آخرش روزه بخونم. جایی که میخوام روزه بخونم قبلش یه مقدار سخنرانی میکنم. دوستان تفاوتش رو در جریان قرار گرفتن دیگه. بله، جایی که میخوام روزه بخونم میگم اینجا جای خوبیه، آدمن میشه عالم بشن، بذار قبلش یه کمی صحبت کنیم با هم. نه اینکه بگم سخنرانی میکنیم حالا آخرش هم یه روزه بخونیم. چقدر با هم فرق میکنن؟ لذا بنده ارادتم به شما تامه. شما گریه کنه امام حسینی، شما آدمی، شما چیز میفهمی. بریم جلوتر. عقل چرا برای ما گاهی از اوقات بد میشه؟ چون منافع آینده رو میبینه، آدم میخواد دم پاشو نگاه بکنه، هوس میخواد دم پا رو نگاه بکنه. اون وقت بعضی ها توی ادبیات عرفانی عقل رو میزنن کنار، عشق رو میگیرن، چون میبینن آدما معمولا عقل رو برای چی استفاده میکنن؟ عقل رو برای دم پاشون استفاده میکنن. حساب میکنن الان یکی رو سوار کرده چجوری میتونه سرشو کلاه بذاره، حساب میکنه مثلا چجوری مغازهشو اینجوری بگردونه که چی بشه. حسابای دم دستی میکنن. اینو بهش ما میگیم عقل چی؟ دمپایی. آدم با دمپایی کجا میره؟ با دمپایی که نمیره بهشت که، باید بال بزنه بره بهشت. اما اون عقلی که عقل الناس انذرهم فی العواقب، اون عقل مخالف عشقه، اون عقل عشقو جاودانه میکنه. بعد بیایید سی هم در آغوشی بهت بگم، اون کسی نباشه صحبتامونو نشنوه، خودمون دیگه. تو هر فیلم عشقی تو عالم نگاه کنی، اینا برای اینکه فیلمشون جا بیفته یا عاشقو میکشن یا معشوقو، که این عشق بمونه. و الا اگه معشوق و عاشق هر دو بخوان زنده بمونن و همجوری ادامه بدن، کم کم یخچال فرنگی میشه. ده تو که اهل فیلم نیستی ببینی الحمدلله، ولی اگه یک کسی دیده بود بهش بگو، اون بهت میگه آره همینطوره. کشتی رو میشکنه، میخواد بگه این کشتی توش یه اتفاق عاشقی رخ داد، یکیشو میکشه کارگردان. خب اگه آی کارگردان نکش، بذار برن با هم تو تخته هست که اونجا، بدید با هم برن ساحل زندگی کنن عاشق و مجروح. میگه نه بابا، اینا اگه با هم زندگی کنن که ماست. اصلا قصه عاشقی تو همه رمان‌ها معمولا اونه که یکیشون بمیره، آخه این عشق میمونه، قطع بشه یه جوری. کی عشق جاودانه رو تجربه کرده؟ من حالا امشب آخر شب داشتیم میرفتیم کربلا، تو راه که میرفتیم، من که جرأت نمی‌کنم این حرفا رو تو کربلا بزنم بهت، تو راه
داستان عاشقی میگم، پیرایی که تا آخر چه عشقی به هم داشتن، عقل تو رو به عشق جاودانه رهنمود میکنه. بذارید راستی من یک روایت ازش استفاده کنم براتون یه چیزی بگم. عشق مال دوران جوانی یا دوران پیری؟ ای خدا، ما بنا بود از عشق صحبت نکنیم، از عقل صحبت کنیم. ما حواسمون هم هست، هنوز از عشق صحبت نمی کنیم، هنوز بخوایم از عقل صحبت کنیم. عقل نگاه کننده به آخرت اثرش رو عشق چیه؟ نگاه کن، عشق مال دوران پیری یا دوران جوانی؟ جواب اشکال نداره من ایراد شما رو بگیرم، بالاخره ما یه بچه طلبه هستیم، جوجه شماییم، صحبت میکنیم دیگه. یه دونه جواب دادیم ما ایراد گرفتیم که نباید جا بزنیم، با صفا باش. آقا عشق مال جوونی یا مال دوران پیری؟ جوونی. چرا میگیم جوونی؟ من اعتراض دارم جوان عاشقم نباشه میتونه از هیکلش لذت ببره، از حافظش لذت ببره، از دندوناش گاز بگیره، قضا رو حسابی هر قضایی درش میخواد بخوره لذت ببره، از قیافه گرفتنش لذت ببره. اوه، هزار کرور برای جوان لذت هست، ولی کسی پا به سن گذاشت دیگه نه دندون داره غذا بخوره، نه حافظه داره، نه برای کسی افه میتونه بیاد. فقط تو این دنیا یه لذت براش میمونه، اونم لذت عشقه. روایات ظریفی داریم که میفرماد مواظب دلتون باشید، این دل تو پیری به کارتون میاد. حالا عشق برای پیرا بیشتر لازمه یا برای جوونا؟ پیرا. باریکلا، جوونا شما میخواید پیر بشید، مثل پیرای جلسه ما بشید که عشق تو دلشونه. جسمت که از بین رفته، عشقم تو دلت نباشه که مرده ای، باید قبل از فوت کردن تشییع جنازت بکنن تو دوران پیری. پس یه کاری کن تو دوران پیری بتونی عاشق پیشه باشی. آی چجوری میشه؟ باید یه معش... اگه دوران پیری بیای با حسین آشنا بشی، دیگه عشق نمیشه، آشنایی میشه. خودمون میدونیم دیگه، کسی هم چیزی نمیگه. اما اون کسی که از جوونی پای عشق حسین سوخته، آخر سر میگه به هنگام پیری مرا نمز پیش، که صرف تو کردم جوانی خیش. عشقی داره که خدا شاهد صد تا جوون عشقشونو جمع بکنن، به گرد پای عشق این پیر نمیرسن. عشق برای پیرا بهتر به درد میخوره، اونا فقط یه چیز دارن، اونم عشقه. سرمایه عاشقی خودت رو با عقل جاودانه کن، دوران پیری تنها نشی. دوران پیری از جوونا بزنی جلو، قلب تو به یه جوون سینه زن نشون بدی، بگی اینجا آتیشی هست که تو حالا تازه واردی، باید بسوزی تا به اینجایی که من رسیدم برسی. ادبیات عرفانی ما که جوونا تو ترانه‌هاشون میخونن و فکر میکنن مال اوناست، اکثرا پیرای بالای 40-50 سال اونا رو گفتن. شما برو شعرهای عاشقانه این که حضرت امام سن 70 سالگی نگاه کن، چه تراوتی داره. کی جوونای عاشق اینقدر عاشقن؟ عشق مال دوران پیریه، لازمه یه دوران پیریه، فقط به شرطی که از جوونی عشق تو یه جوری جهت داده باشی، نشونگیری کرده باشی، گرا داده باشی که این تا دوران پیری تو رو بکشونه. اینجا اهل ادبیات عشق رو تشبیه میکنن به شراب کهنه. اصلا می گاهی از اوقات، اکثر اوقات به عشق و محبت، یعنی منظورشون از می و شراب عشق و محبته، بعد میگن این شراب کهنه است، مستی بیشتری داره. یعنی ما با من این عشق رو از دوران جوونی جمع کردم برات، عشق نیست تو دوران جوونی قیچی بشه، سرخورده بشم، مرده بشم. چرا عزیز دل من، چرا عشق رو ما باهاش، عقل رو گاهی از اوقات باهاش بدیم؟ برای اینکه عقل آینده رو نگاه میکنه، آینده عشقت هم نگاه میکنه. ای خدا که احتمالا مثل اینکه امشب نمیرسیم یکی از عیبای دیگه عقل رو بگیم که اتفاقا مایه خیلی خوشگلی عقل هم هست. چی مخالف عقله که آینده رو نگاه میکنه؟ تو روایات ما بهش میگن هوس، هوا،
هوای خوشی زود گذره. اگر یه دشمن داشته باشه عقل که با شمشیر بخواد سرشو ببره، هواس، هوسه. و اگر هوا و هوس یه دشمن داشته باشه که بخواد سر از بدن هوا و هوس جدا کنه، عقل، روایاتش هست. بگذریم، همه رو میتونید مراجعه کنید، به قرآن الحکم مراجعه کنید، به اصول کافی مراجعه کنید، به کتابهایی که اخیراً نوشتن میزان الحکمه مراجعه کنید. خیلی سهله، ترجمه های فارسی هم داره. دقت بفرمایید، اشتباهی که تو غرب داره صورت میگیره نذارید تو کشور ما صورت بگیره. جون مادراتون نذارید. تو غرب در عشق بازی مردم آزاده، 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 آزادن. رفته بودیم یه جایی تو سفارت، کارمندش اومد گفت میشه من تو مهمون سرام رزیدانس بخوابم امشب؟ ساکش دستش بود. بابا تو خونه داشتی؟ نه، دیشب با خانممون گود بای پارتی داشتیم، خداحافظی داشتیم. چی شد دعواتون بود؟ گفت نه، این خانومم تو اینترنت با یه آقای آشنا شده، گفتش من میخوام من بعد با اون زندگی کنم و حالا این دیگه ما حالا تنها شدیم اینا. اونم اتفاقا خانومش هم، آقاشون هم اومد و آقاشون تو شوهرش بودی دیگه، حالا بودیم دیگه، حالا دیگه اینجوری شد دیگه، اشکال نداره. آزاد، آزاد، آزاد. آه دلت عاشق هر کی خواست بشی اشکالی نداره. نتیجه چی شده؟ به خدا قسم غرب میری، اروپا میری، اونایی که دوستان عزیزی که از پای اینترنت این بحثا رو بالای چند هزار الان به من گزارش دادن تعقیب میکنن از سایت مهدیه، بهشون اونا عرض میکنم. من چندین بار چندین جا رفتم یه حرف میزنن، میگن اینجا آدم ها همه تنهان، احساس تنهایی میکنن. ببین شما که گفتی عشق آزاده، باید اونجا همه عاشق پیشه باشن. اتفاقا عشق خبری نیست. الان تو غرب کم کم همه فهمیدن این چیزی که جای عشق گذاشتن هوسه، هواس، لذت آنی، دو دقیقه باهات خوش باشم. این نمیشه عشق. عشق یعنی پات میسوزم، برات میمیرم. البته ممکنه بگه برات میمیرم، منظورش این که نمیم دو دقیقه رو با من باش، من برم کار دارم. هوس اتفاقا عشقو میکشه. آیونی که اینجا نشستید، میدونید آقای اسلام چرا به ما گفته چشم چرونی نکنیم؟ برای اینکه عشقمون به خانومامون کم میشه. گر در خانه کس است، چند حرف بس است، تموم شد. حاجا برو بحث بعدی. وقت هوس دشمن عشق و دشمن عقل. هر جا هوس بازی زیادتر باشه، هر کی هرچی خوشش میاد برداره، اینجا دو چیز میمیره، یکی عشق میمیره، یکی عقل میمیره. منتها مرگ این دوتا دو جوره. با عقل، عقل با هوس قهرمانانه مبارزه میکنه و میمیره، اما نامرد هوس یواشکی سر عشق و میباره. خیلی خیانت کاره. آموزش و پرورش محترم، من ازتون به عنوان یک بچه طلبه تمنا میکنم، تقاضا میکنم. حالا این کار مثلا ما همه نشستیم داریم، کل مملکت داره میکنیم، من دست امام حسین اثرشو میذاره. آموزش و پرورش محترم، خواهش میکنم توی مدرسه به بچه ها نمیخواد امام حسین یاد بدید، پیغمبر یاد بدید، خدا یاد بدید، نماز یاد بدید، قرآن یاد بدید. ما اینا رو بچه ها رو گیر میاریم خودمون یاد میدیم تو حسینیه و مهدی و مسجد و اینا، بالاخره به طول ما میخورن. نه اینکه نمیخواد یاد بدید، حالا یاد میدید یعنی خوبه یاد میدید، ولی اگه یاد بدید، ولی اینا اینقدر مهم نیست. بچه ای از دبیرستان اومد بیرون، از راهنمایی، نه مقطع راهنمایی رو تموم کرد اومد بیرون، خواست وارد مقطع دبیرستان بشه، یه چیز بهش یاد بدید، با درس تاریخ، جغرافی، ادبیات، فنی، ریاضی، هر چی، من چه میدونم، با روش برخورد معلم‌ها یه چیز به بچه یاد بدید، بقیهش ولش کن. منم بهش یاد ندم، خودش نخونده ملا خواهد شد. یه چیز بهش یاد بده. بچه از مدرسه اومد بیرون، احساس بکنه اگه بگه دلم میخواد زشته، قبیح
خجالت داره آدم بگه دلم میخواد. همین احساسو بکنه. اینو یاد بگیره بیاد بیرون. هیچ چی دیگه نمیخواد به بچه من یاد بدی. آخه دلم میخواد. چی؟ این مثل ناسزا و فحشی میمونه که خانوادگی آدم به خودش بده. من چجوری عبارت ها رو محترمانه کنم بگم؟ دلم میخواد. خب تو بیجا کردی دلت میخواد. این که خیلی آدم رو کثیف میکنه که دلم میخواد یعنی چی؟ دلم میخواد میشه هوس. صبر کن عاشق که شدی. من اینو الان دلم میخواد. اینو کی بزرگش کرده؟ مال فرهنگ غربه، مال ما نیست. پیرو مردای جلسه، قدیما ایرونیا، همین ما ایرانیا، پیرو مردا هم الان دیگه سنشون نمیرسه به اون خیلی قدیم قدیما. جوون میومد وای میساد جلوی بزرگترش میگفت دلم میخواد. اصلا این زشته. همین الان شما فیلمایی رو از تلویزیون نگاه میکنید مال بعضی از کشورهای شرقی، نمیگه دلم میخواد. اصلا هنوز تو خیلی از کشورها زشته این فرهنگ غرب نفوذ نکرده باشه. زشته بگه دلم میخواد. یعنی چی دلم میخواد؟ تو مرد شدی، بزرگ شدی، خانم شدی، آقا شدی که مقابل دلت وایسی. از اول تمرین کنی چجوری من مقابل دلم وایسم، مقابل هوا و هوسم وایسم. کسی که اهل کنترل هوا و هوسه، این عاشق پیشه میشه. آیون خواستید برید ازدواج کنید، برای بچه هاتون ازدواج، برای دختراتون ازدواج، هر کدوم ببینید طرف عاقل هست اگه عاقل عاشق پیش است، اگه عاقل نیست هوسباسه. هوسباس هر روز یکی رو دوست داره. یا ابا عبدالله تو شاهد باش، ما در مجلس تو علیه هوسرانی گفتگو کردیم. به نفع عقلی که سربازان تو را به خیمه ترساند صحبت کردیم. عقل این که دورتر رو نگاه میکنه برای ما تلخ میشه به خاطر آقای هوسه، لعنت الله علیه. عقل پیش ما بد میشه به خاطر هواس، لعنت الله علیه. که هوا، که هوس دشمن عشقه، منتها با پنبه یواشکی سر عشقو میبره. بعد نامرد، نامرد هوا و هوس اسم خودشو تو فرهنگ منحط غرب گذاشته عشق. آی آدم هرسش در میاد، آی آدم کفرش در میاد. انشالله فیلمسازای ما بتونن یه فیلمایی بسازن زشتی هوا و هوس رو نشون بدن. عقل خیلی نقطه دورتر رو میبینه. وقت نیست عاقل اهل هوسرانی نیست، دلش رو جمع میکنه، دلش هرزگی نمیکنه. بین غذاها میدونید شما مستحب به آدم چیز نخوره. ببخشید این کلمه رو استفاده میکنم، نشخوار شنیدید میگن یه چیز میخوره، یه چیز میخوره، یه چیز میخوره. دکترها هم میگن این روایت رو فرمودن، روایت ائمه هدا هست، دکترها هم میفرمان معده خراب میشه، سیستما به هم میریزه. اصلا دکترها اخیرا میگن بابا صبحونه حسابی بخورید. میگه چرا؟ میگه هر کی صبحونه نمیخوره بیشتر چاق میشه. میگه چرا؟ میگه صبحونه نمیخوره گشنه‌ش هی میلمونه تا ظهر، این بیشتر آدمو چاق میکنه، خراب میکنه جسم آدمو. هرزگی کردن تو غذا خوردن بده. برنامه بذار غذا تو بخور، جمع کن بذار کنار، دیگه چی نخور. این جالبه، یه دستور پزشکی، دستور روایات ما هم هست. دل چی؟ دلم اگه بخواد همجوری نشخوار بکنه، این خوشم میاد، این خوشم میاد، هر دقیقه یه جا باشه، تجمع پیدا نمی کنه دنبال یه غذا بگرده، یه غذای درست حسابی مفید بخوره که ضرر نکنه. آدم هوسران نمیتونه عاشق بشه، خسته میشه زود. دلش عادت کرده چرخ بزنه. وقتی کسی عاشق نشه چه خواهد شد؟ عقلی که به تو میگه آینده رو ببین، جلوی هوس وای میسته، انسانها رو عاشق بار میاره. و عشق میخوای برو سراغ آدمهای عاقل. ببرمتون کربلا، میخوام عقل رو تو کربلا. دیدید این چند شبه ما یک کمی روزه های عاقلانه خوندیم، نه روزه های عاشقانه. به خدا قسم سوزش بیشتره، به خدا قسم عشقش بیشتره. قاسم ابن الحسن عزیز دل امام حسین علیه السلام شب عاشورا میبینه ابا عبدالله الحسین جای یارانشو داره نشون میده.
این عشق قاسمه داره نگاه میکنه که داره جا میمونه یا عقلشه؟ من نمیدونم. عقل و عشق اینجا به هم آمیخته است. صدا زد عمو منم کشته میشم؟ این منفعت گرایی عاقلانه قاسمه، من از علی اکبر عقب بمونم؟ داره آینده رو نگاه میکنه. من چجور بتونم فردا بدون یاری کردن امام زمانم؟ هرچی محاسبه میکنه عزیزم، هرچی محاسبه میکنه. یه شهید داریم، همرزم بنده بود توی گردان حبیب. ایشون دو تا برادر بودن، تنها بچه های خونه. حالا اسمشون رو بدید نبرم. تو گردان حبیب اومد عملیات کربلای 4. هنوز کربلای 5 شروع نشده بود، کربلای 4 هم نیمه کاره رها نشده بود و مقدمات کربلای 4 بود. تو بهمن شیر بودیم. من خب میدیدمش قبل از اون توی عملیات و اینها، تو فضای مثلا گردان. خیلی جوان خوشتیپ، خوش صدا، نازنین. یه شب وسط روزه، وسط بعد از روزه، خوننده نبود، شروع کرد خوندن، قوقایی کرد. اصلا خوننده هم نبود، از عشقش. یکی از جوانهای با کلاس و مرتب و اتو کشیده و ترتمیز گردان بود. تو اون تاریکی های بهمنشیر، اگر این بغض گلو بگذارد من این رو به شما بگم، اومد گفت فلانی من مشکل پیدا کردم. گفتم چیه؟ گفت من به مادرم و خصوصا مادر بزرگم که خیلی به من علاقه داره قول دادم میرم جبهه، شهید نمیشم، برمیگردم. و پدرم، بهشون قول دادم، به این قول اینا به من اجازه دادن من بیام. فلانی من الان هرچی حساب میکنم اینم نمیشه، من چجوری این فرصت رو از دست بدم؟ هرچی حساب میکنم نمیشه. گفتم نه عزیزم، شهید نشو. حالا خود میدونید که شهادت یه جورای ارادی بود دیگه، میدونی این حرفا رو انشالله. گفت نه آخه من هرچی حساب میکنم راه بهش بهترش بازه، من برم دور بزنم، حالا کی بیام؟ آقا استدلال پشت استدلال. گفتم حالا بعدن انشالله شهید میشی. میگفت بعدن؟ آقا اگه بهش جای خوبی من چرا بعدن برم؟ عقلم به این پارو سنگ برشته. خدای من چی بگم به این جوون؟ یه دونه مو هنوز تو صورتش در نیومده. گفت میخوام زیر قولم بزنم، بابا مامانم چی بگم آخه؟ ولی فلانی من تاب نمابد برم. من بیچاره دیدم اصلا این ول نمی کنه. گفتم خب یه وصیت‌نامه‌ای بنویس که چیکار کنن که مادرت وصیت رو دید آروم بشه. گفت آن راه خوبیه. گفت شما کمک میکنی؟ منم ما تو مبهوت این آدم. گفتم باش. نشستیم با هم وصیت‌نامه نشیم. وصیت‌نامه‌اش رو یه کتابچه چاپ کردن، چند وقت پیش دیدم، با هم مشورت میکردیم. میگفت اینو بگم، اینو بگو. من کمکی بهش نمیکردم دیگه، حالا دلش خوش بود که باش گپ بزنیم. یکی از فرازها که از شب عملیات کربلای 4 تو بهمن شیر این حرف یادمه، نوشت که مادر تو چقدر پای روضه زینب کبرا نشستی؟ زینب آیا کسی رو برای خودش نگه داشت از کربلا برگشت؟ تو چرا دوست داری یکی از بچهاتو نگه داری؟ مضمون شبیه این. مادر من تو بغل تو بزرگ شدم، میخوای چیز دیگر رو یاد بگیرم؟ این عقل محض نیست. قاسم ابن الحسن نگاه میکنه، اما من چی؟ به همه گفتی تو کشته میشی، من چی؟ شما که میدونید ائمه هدا عقل کلن، عقل کل، عقل مطلق.
اون وقت نگاه کن اینا چجوری اهل عشقن. روز عاشورا قاسم اومد صدا زد الوعده وفا، اما اجازه بده برم میدان. آقا اول راضی نمیشد، داستانش مفصله، خواهند گفت و خواهید شنید و ناله ها خواهید زد بماند. این صحنه رو تو رو خدا نگاه بکنید، عاقلا اینقدر عاشق پیشه و احساساتی هن. جونم به احساسات آدمای عاقل. میگه وقتی حسین راضی شد میخواست بگه باشه عمو، برود بغلش رو باز کرد، قاسم رو بغل کرد، در حالی که رو زانوهاش حسین ایستاده نوجوانش رو بغل کرد. نوشته انقدر گریه کردن که هر دو قش کردن به زمین افتادن. یکی اومده زیر بغل حسین رو گرفته، یکی زیر بغل قاسم رو گرفته. اینقدر گریه کردن، اینقدر سوخت حسین، اینقدر آتش گرفت، در حالی که شما میدونید ابا عبدالله الحسین تا یکی دو ساعت بعد میره پیش قاسم ابن الحسن، میدونه قاسم داره کجا میره. اینا رو دیدن، دیشب دیدن همه اصحاب، خود قاسم دیده. ولی آقا عشق دیگه، عشق که این حرفا رو بر نمیداره. عشق رو از حسین انتظار داشته باش، عشق از قاسم. اینقدر گریه کرد، اینقدر گریه کرد. عاشق کشی هم بالاخره یه بازاری داره دیگه. خدا گفت خب حسین من که امروز تصمیم گرفتم بلاهای عالم رو جمع کنم تو کربلا، توی عاشق خودم رو نشون بدم که اهل بلایی. کار به همین جا ختم نشد. گفت قاسمم برو، تا صدا زد برو صدا زد عباسم یه زره بیار تن قاسمم بشه. هر چی زره آوردن تن قاسم نمیشه. یه لا پیراهن رو تن قاسم آماده برای اصابت ضربات شمشیر دشمن. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.